داستان فیلم اکبر دیلماچ که تو سال 1352 ساخته شده از این قراره. اکبر آقا که زن داره، سر راه دختر فرنگی قرار میگیره که برای نوشتن کتاب به ایران اومده. اکبر که از دختر فرنگی خوشش اومده، بعد از اینکه دختر کیف مدارکش رو گم کرد، دختر رو عقد میکنه. بخشایی از فیلم اکبر دیلماچ رو با هم تماشا میکنیم. چرت خش خرابه که دیگه این حرفا رو نداره. همینش هم استار دختر قلم بندازی عادیه. چی شد است نیست شب یه قیل و قال میکنید یه چیزی رو دنبال میکنید؟ هیچی، دو تا پاش کرده توی یک کفش اجاره خونه رو میخواد. قباحت داره داواجی. همه 4 تا 44 روز اجاره دقب افتاده است. یه 3-4 سال دیگه هم دندون سر دیگه بذار یه کاسه حساب میکنی. خیلی خوب ترش نکن. بیا الان بده یه چیزی علل حساب میدم تا بعد. حرومت باشی ناش بحروم. داداشی جون خودت قابلی نداره و منزل منزل خودت است. حالا که من دست هاچه نیستم بیا بهتون اسمه آقا براده. این چی چیه اسمه منو دست داخته دولا؟ آره دولاخ چی چی؟ بده من فرده صرافی خوردش میکنم و اسکنازی پشکلی بهت میدم. شب به خیر آبا. منزل خودت است قابلی نداره. چیه؟ ببینی جلو بفرمون جشک چاجرین خونه کجای کاری اکبر آقا؟ کلاتو بزو بالاتر. برو اقعب ببینم. خب به چا چی دارم؟ دست شما رو میبوسم. اختیار داری رو ماشون رو میبوسم. خب خیر باشه چالله. فرمایشی بود؟ این خرت و پرت و مال به چاست. 2000 تومن به من قرض بدید. 2 ماه نزولش چقدر میشه؟ میشه 150 تومن. درسته؟ خودتون درستی؟ الان براتون میشمارم. اسکناساش خیلی نوبه است به همی چسبت. 1 و 2 و 3 و 4 و... فیلم همیشه قهرمان با بازی رضابیک ایمانوردی و مرجان محصول سال 1351. داستان فیلم از این قراره که عوامل نائب خان مردی به اسم عباس علیو که اجاره خونه عقب موندهش رو پرداخت نکرده از خونه میندازن بیرون. امیر با بازی رضابیک ایمانوردی فرزند نائب خان جانب عباس علیو میگیره. امیر تو کافه اعتصام با شیرین با بازی مرجم که خواننده کافه باشه آشنا میشه و متوجه میشه که قاسم قصد داره اونو اقفال کنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آتینا رو برای بزن کنار کار داریم. چی کار کنم روشن نمیشه. اوه چه خبرت اینقدر سر و صدا رو انداختی؟ مگه سر میبریم؟ سر نمیبریم، مریض میبریم، مریض خونه عجلم داریم. عجله کار شیطونه. سب کامینم هم جیده. صد معبر کردی الان مترکم به ما میگی؟ راست میگه صد معبر کردی معبر صد کردی شتلکم میگی؟ تو دیگه جوش نزد شیرت خوش میشه؟ حایتی عجب دختر خودخواه نوناریه. خوب زایده حالا کاست نباتم میخواد راه رو بند آورده دو قرطونیمش هم باقیه. خانم جون زودتر این گاری رو بزنش کنار ویلا کنه. ویلا چی کار میکنن آقا؟ این کار رو میکنن آقا. نفهمیدم. آخه بعد نخون که اصلا روشن نمیشه. آخش داغان شد رام باز شد. احمقای بیشور ماشین رو داغون کردی حالا میگی رام باز شد؟ جوش نزن شیرت خشک میشه. بی تربیت احمق. تو زنگی ما با تو کسی میزنم کنم دادی که ماشین من رو ده کردی. جلو رو بگی بگیره یه گز بگیره ما باعث ببینم کجا تا خسارت رو ندی ولت نمی کنم فهمیدی؟ ما بریم بیمارستان تا من تکلیف هم با این مادمازل اخود روزی معلوم کنم. بابا صورت همه مچ کنی رزق بگیم بری باشا. خب چیه؟ بابا زود کلکه بکن بیا. توی فیلم لج و لج بازی رحمت با بازی نصرت الله وحدت راننده است و همسرش عفت با بازی ژاله کریمی با کارش مخالفه. این مخالفت هم کارشون رو به دعوا میکشونه تا اینکه داشقلام برادر عفت آشتیشون میده. رحمت رانندگی یه زن جوون به اسم فیروزه رو قبول میکنه و صمدم با خبرچینیاش از نو رابطه این زن و شوهر رو به هم میزنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یا اصله صاحب مالی کیه؟ چیز نیداش غلام مال بچاست. بچا بازی میکردن زرن شکستن. فدای سره بشت. ببینم نکنید خود اون شکستن رو گردنی بچا میندازی اینهان آبی؟ بگو دیگه چرا حرف نمیزنی؟ چرا لال شدی؟ خب شکستن که شکستن مگه میشه بچا رو کشتشون؟ بچم بازی میکردن افتاد شکست حالا رفتم مدرسه. بالاخره ما آدم نفهمیدیم تو این خونه چه خبرهایی بوده. جون تو آب اضافه تکونه خورده است. من عفت درست مثل سگ و گربه داریم زندگی میکنی. فقط گاهی وقتا شیطان میره تو جسم عفت و بهونه بی خود میگیره. آره آباجی نبینم دیگه دو مادی من اذیت بکنی یا آقا رحمت بهترین چوبری دنیاست. قربون آدم چیز فهم برم الهی.
شوهر خان، نبینم یه وقتم تو رو دو زیاد بکنی یا با آواجی ما بلند حرف بزنی یا اون وقت میدونی که سر و کارت با کیه؟ میدونم کی جرأتش داره داداش غلام، اونم زنی که یه داداش بی کلمه تو داشته باشه. اتفاقا بیا چند تا کله برات اون آوردم. بیا آبجی کله پاچه ها رو بذار بار برا فردا صبحی به چای که بخورن. حیف که من نیستم بخورم. چی تو میگه باز به سلامتی راه مسافرتی؟ چیا کنم باز زنو به چهر نون داد؟ میدونی داداش چیه؟ من و رحمت برای همدیگه میمیریم، فقط اختلاف ما سر این است که من چرا میرم بیابون؟ بی خود ببینم آبادی معطلیتی چی هستی؟ برو قرآنو بیار که آقا رحمت از دیدش رد بشه، یک کاسه آبم بریز پشت سرش که زود برگرده. آخه داداش گوش کن ببین من چی میگم. آخه بابا این نه رو حرف داش غلام حرف نزن، فرمودم برو یه قرآن ورده بیام از دیدش رد بشم. دیگه چی فرمودی؟ یک کاسه آبم بریز، یک کاسه آبم بریز پشت سر من. ده برو دیگه قربون خاطر قربون برم، برو عزیز دل من چینگرت برم، برو برو. خب داش غلام من که دیرم شده باید حج زودته برم، قربون تو برم. خداحافظ. خدا به سلامت دست دریان به هم قربون شما. خداحافظ شما. خداحافظ. دیدی بالاخره داشت قلاب دفت هیچ غلطی نتونست بکنه؟ الهی این قرآن به کمرت بزن، اگه تو بیابون بزنه دیگه نگاه کنی. نگاه نکنم ممکن نیست، هر چی ببینم نگاه میکنم، به کوری چشم شغلم که ببینم نگاهش میکنم. فهمیدی؟ نفهمیدم. شما دو نفر چی دارین به هم میگون؟ هیچی داشت قلاب، ذکر خیره دست. فیلم کمدی مرغ همسایه که تو سال 1353 ساخته شده، راجب ژاله با بازی شورانگیز طباطبایی و برادرش اسماعیل با بازی علی میریه که توی یه خونه اجاره‌ای زندگی میکنن. جمشید قصاب محل با یه مرد چشمچرون و یه جوان دانشجو به اسم حسن خودشونو برای خواستگاری ژاله آماده میکنن. اسماعیل مقروزه و مرد چشمچرون اونو از دست طلبکارا نجات میده. این مرد تعهد میکنه که بدهیای اونو به شرط ازدواج با ژاله پرداخت کنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بوله میدی یا بودم با سهر شکت بکنم. خانم حاجی جان تشویش بیاره میگه یه بده با اجازه بده. نه اجازه بده بردگه میخواست باش با من گوش و دروغ نمیگم. حاجی آقارا ما بخاطر ریش بلند سفیدش خواهش کردیم بیاد اینجا سر سفیر بینشیند دو تا کلم شهادت بده با جان شما. یه اومده بود شهادت بده. بله این چن بمیرد با مرگ این جمشید و سهر کش خودتی حالا حسابشو اجازه بده بوده سر زنش بده. چیکار کنم در عالم همسایگی شهادت دادنم شدت وبال گردنمون. تو هم بودی میدادی میگه من مثل تو هم توفیل یا آکله گرفته. آقای جمشید گوستل کشه نامر دامادی به بی ارزگی این عدر تمام دنیا نوبره. آقا خیلی خراب چیر نمیری سر سفریات گله گره بگنی. بله پا چه اولاقی داماد منه من نمیخوام. بلاخره بنده داماد شدم. بله دبا هیچ کسیاتی که بزرگ خدا میشه در بیارم. مثل این که این دقیقا منم مجرم جز شهادت عقد باشم. بله بله بابا دفعه پیش به خاطر هزار تومن بالا پایین عقد به هم خورد، اما این دفعه دیگه آقا اسماعیل سرمانی راضی از درست. بله بله درسته، کاملا درست. آقا قربونه قدت بیا جلوته. نفهمیدم سر صبح عقد که مرد نباز پیشنید این چه من برادر عروسم. آقا چی کار آقا که نباید پیشنید سر صبح عقد وقتی جون وقتی جا بده مرد عروس بکنم. چرا احتیاط نمی کنی؟ برادر عروسم باز بره جلوته. احتیاطی به برادر نیست. ببینم تو چرا نمیری اونو تا بنده داماد عروسم. داماد عروس کدوم خریس وقتی برو اونو تا وقتی تا نت سلام علیکم خانم. حاج آقا شما چرا نشستین بغل دست عروس خانم؟ من باید اوزارا گندرل کنم. وقتی یکی باز خودت رو گندرل کنه با تو بینم خوش اومدی. بدو این بچه بدو. حشمت کارخونه همسرش رو که بیماری قلبی داره اداره میکنه و از تصمیم همسرش که بعد از مرگ اموالش به خواهرش فرشته برسه ناراحته. حشمت قصد داره به فرشته هتک حرمت کنه و در نهایت اونو از میون برداره، اما در نهایت متنبه شده و قصد خودکشی داره. بخشایی از فیلم آسمون بی ستاره رو با هم تماشا میکنیم. چه بوی چه عطری تصدق خودم بدم با نهارتون ببینم چه مزه‌ای میده این غذاتون. برو گم شو، هر وقت شکمی کارت خوردش گوش نمیشه میاد سراغ ما. من برای این شکم میام بی شما اختیار دارید؟ من آدم دورتون بگردم نمیخوایم برمیگردم. خب پیشمرگون بشم نهار چی هست؟ ها یه لقمه بزنم ببینم چی. آره جون خودت، حالا که اومد اینجا حتما چشم لیلا جونتو دور دیدی. نامزد عزیزتو میگم اگه بفهمه پوستت کلت میکنه. لیلا دختر درمون کارخونه؟
من یه لقمه انار شوهر نمیدم به صد تا لیلا. اصلا دلم میخواد درد و بلای شما دوتا قلومبه بشه بخوره تو سر لیلا. چی گفتی؟ شما شاهدین من حرفی بزن لیلا زدن؟ چرا حرفت عوض کردی؟ زلیل مرده. نه من بابا من از نظر مخم محیوم هم من میوانه نیم ما خانوادگی محیومیم. نه غلط کردم درد و بلای تو بخوره تو سر این دوتا با این نهارشون که وجود گرفته بود مردشون نهارتونو ببرن. اوه امیر خانومت ایدادی بیاد من قایم شم در پناه شما قاهش میکنم. بایستی من قایم شم بایستی تو خدا من نجات بدی. ببینم بچه حسن و این برا ندیدی بهشان؟ نه خیر امیر خان پاشم این برا نذاشته. عجب گفتی اینجا نیست ها؟ نه خیلی پس این نرکوله چیه ها؟ هیچ کس تو نمیری این حسن نیست. از کدوم آقابازیه؟ اشرف خانومه ده؟ به مرگ پدر لیلا. این اشرف خانوم باید ماشین رو تمیز کنه. بل چند بیا خانوم کچه رو تا خدمتت برسم.